از اعتصابات کارگران حمایت کرده و همبستگی من را با اعتصابیون اعلام می کنیم. کارگران پالایشگاه های آبادان، پارسیان لامرد، نفت سنگین قشم و فازهای 22 و 24 پارس جنوبی کنگان از روز 11 مرداد ماه همزمان دست به اعتصاب زده اند. کارگران هفت‌تپه نیز 50 روز است در اعتصاب به سر می برند. همچنین کارگران هپکو از 3 روز پیش در اعتصابند. اعتصابات کارگری در حال گسترش است و هفته ای نیست که شاهد ده‌ها اعتصاب و اعتراض در نقاط مختلف کشور نباشیم. تنها کارگران نیستند که از شرایط مزدی و کاریشان و فشارهای کارفرمایان و دولت عاصی شده و به اعتصاب و اعتراض برخواستند. پرستاران، معلمان، بازنشستگان نیز به اعتصاب و تظاهرات روی آوردند. این اعتصابات دلایل و مطالبات کم و بیش مشابهی دارند. پرداخت دستمزدها، افزایش دستمزد و مزایای مزدی، پرداخت منظم حقوق بیمه و تأمین اجتماعی، اجرای طبقه بندی مشاغل، ایمنسازی محیط کار، برچیدن شرکت‌های پیمانکار و واسطه‌ای و استخدام رسمی، تأمین امنیت شغلی، پایان دادن به بیقانونی حاکم بر محیط‌های کار و رعایت حقوق سندیکایی، مجموعاً مطالباتی هستند که کارگران شرکت‌های پیمانکار خواهان اجرای آنها هستند. کارگران هفت‌تپه و هپکو افزودن بر اینها خواستار لغو خصوصی سازی واحدهای تولید خود نیز هستند. اعتصاب همزمان کارگران چند شرکت در صنعت نفت برای نخستین بار در طی چند دهه گذشته حاکی از عمق نارضایتی طبقه کارگر، افزایش آگاهی طبقاتی و آمادگی مبارزاتی طبقه آنهاست. حکومت فاسد و ناکارآمد حاکم با وجود به چالش کشیده شدن سیاست‌ها و رویکردهای بحرانزا توسط زحمتکشان، نه راضی به دست برداشتن از آنها و نه مایل به تغییر آنهاست. گسترش روزافزون اعتصابات و اعتراضات کارگری به نشانی به بن‌بست رسیدن سیاست سرکوب حکومت است. موج اعتراضات کارگری روز به روز گسترده تر می شود. کارگران به خشم آمده از ستمگری، استثمار و سرکوب رژیم و سرمایه‌داران حاکم هر روز که می گذرد بیشتر پی می برند که تنها در پرتو مبارزه گسترده، سازمان یافته و مقاومت و ایستادگی بر مطالبات حق طلبانه‌شان است که می توانند تعرض بیرحمانی حکومت و سرمایه‌داران را به حقوق و معیشت خود پس برانند. استثمار بیرحمانی کارگران و مزدبگیران در رژیم جمهوری اسلامی اینک به حدی رسیده است که تأمین حداقل معیشت روزانه برای خانواده‌های کارگری را دشوار و ده‌ها میلیون نفر را به زیر خط فقر رانده و به گرسنگی کشانده است. فقر و فلاکت امروز زحمتکشان نتیجه سیاست ارزانسازی نیروی کار و تحمیل جبرانی دستمزدهای ناچیز و دیگر سیاست‌هایی است که در سایه استبداد و سرکوب تشکل‌های کارگری توسط حکومت پیش برده شده است. فشار بر کارگران به جایی رسیده است که آنها برای گرفتن همین دستمزدهای اندک خود نیز راهی جز اعتصاب در برابر خود نمی‌بینند. ما به کارگران اعتصابی درود می‌فرستیم و از مطالبات و اعتصابات برحق آنها حمایت کرده و همبستگی خود را با آنان اعلام می‌کنیم و بر این باوریم که کارگران اعتصابی با اتحاد و همبستگی می‌توانند کارفرمایان و دولت را وادار به افزایش دستمزدها و پذیرش سایر مطالبات خود نمایند. یکی از دلایل مهم فقر و فلاکت کارگران سرکوب سندیکاها و احزاب کارگری است.
از این رو تشکیل سندیکاهای کارگری در مبارزات کارگران اهمیت اساسی دارد. بدون سندیکا و تشکیلات کارگران قادر نخواهند شد از حقوقشان به طور مؤثر دفاع کنند. بدون تردید کارگرانی که می توانند اعتصاب کنند قادرند سندیکا و تشکیلات هم در دل آن ایجاد کنند. با تشکیل سندیکاها در محلهای کار توان کارگران برای دفاع سازمان یافته از حقوقشان به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. حزب چپ ایران فدایان خلق از کارگران و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و سازمانها و احزاب آزادیخواه و جنبش‌های اجتماعی مردمی که دل در گروه آزادی و عدالت اجتماعی دارد می‌خواهد از این اعتصابات و مطالبات عادلانه اعتصابیون که به سود اکثریت مردم و تحولات دموکراتیک در جامعه است حمایت کنند. پیروزی کارگران اعتصابی پیروزی همه نیروهای دموکراتیک است. هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق 14 مرداد ماه 1399 برابر با 4 اوت 2020.